درود بر همه دوستان، امیدوارم همه چیز درست باشه اینجا. ببینیم که صدا و تصویر درسته. درود بر دوستانی که دارن لایو ما رو میبینن. بله، همه چیز درسته. درود بر همه دوستان. امروز یه بحث بسیار داغ داریم با یکی از دوستان آنتی ناتالیسم که کمی بعد به ما میپیونده و قراره این بحث رو با همدیگه ادامه بدیم. جهان برای فرزندان ما جای مناسبی هست یا نه، اینو میخوایم امروز بررسی کنیم. ببینیم این دوست عزیزمون میان بالا یا خیر. ببینیم که من منتظر هستم که این دوست عزیزمون آنلاین بشن. امیدوارم که بتونن موفق بشن به آنلاین شدن در گروه خودمون. ببینیم که فکر کنم یه صوت، پس من بیام بیرون. دوستان آنلاین بمونید، دوباره برمیگردم. این دوست عزیزم شاید یه مشکلی براش پیش اومد. نه اومدم، مثلا اینکه دوست عزیز وارد شدن. خب درود بر یاران همیشگی آنتی ناتالیسم فارسی. امروز یه بحث بسیار داغ خواهیم داشت با عزیزی که میخواد کلی اطلاعات امروز به ما بده. کلی بحث داغ خواهد بود، کلی قراره به چالش بکشیم همه چیز رو و این بحث رو به جایی برسونیم که آیا این دنیایی که ما الان درونش داریم زندگی میکنیم، آیا مکانی مناسبی برای کودکانمان خواهد بود یا خیر. اینو دوست دارم که با دوست عزیزی صحبت داشته باشیم. بفرمایید، میکروفون با شما. درود بر تو بنجامین عزیز و درود به همگی. دارم حالتون خوب باشه، سلامت باشی. بحثی که هست در رابطه با موضوع در واقع آنتی ناتالیسته. مدتی پیش من یه پستی میدیدم توی اینستاگرام که یه بچه خیلی خردسالی رو پدر و مادرش یه شوخی واقعا زجرآوری، در واقع بهتر بگم شوخی بدی باش میکنن و فیلم میگیرن و بعد پست میکنن تو اینستاگرام. بعد من دیدم و خیلی متاثر شدم واقعا از این موضوع، ولی از چیزی بیشتر متاثر شدم و دیدم که کامنت هایی که خب خیلی اومده بودن، خندیده بودن، گفته بودن بچه ها چه خوبه که بیشتر اذیت بشن، نمیشه که همیشه شادی داشته باشن، خوشحال باشن، و خیلی هم گفته بودن حتی کتک لازمه برای بچه ها. بعد من همونجا واقعا فکر کردم با خودم، گفتم که توی این جهانی که این همه بیماران روانی داره واقعا چجور ما میتونیم بچه خودمون رو واردش کنیم. خب بالاخره کامنت هایی که زیر پست ها هست بالاخره انعکاس اون دیدگاه های افرادمون جامعه است مسلمه و نشون میده چقدر وضعیت وخیمه و واقعا سلامت روان مردم. آزادانه تر این چیز رو بیان میکنن. دقیقا. چون ممکنه اگه در رو در رو بیان همچین چیزی رو بگم ممکنه یه واکنش دیگه رو ببینن، ولی میان راحت آزادانه در کامنت ها اینا رو میگن. من هم این کامنت ها رو بررسی میکنم. بی خود که نیستش میگم که 99.9% مردم کره زمین از این 9 میلیاردی که در حال حاضر وجود دارن IQ بسیار پایینی دارن، مغز فندقی هن و بسیار ساده مازوخیسمی هستن. بفهم. بله متاسفانه خیلی راحت تر میتونن نظراتشون رو ابراز کنن و واقعا به قول معروف انعکاس نظرات واقعی اون جامعه است. و خب خیلی ها گفته بودن چه خوبه کتک بخورن، حتی بچه ها آزار ببینن و این طبیعیه. خیلی ها اومده بودن خندیده بودن به اون آزاری که اون بچه شده بود توی اون فیلم. خب این نشون میده روان این افراد و چقدر بیماره و چقدر آسیب دیده. و من اتفاقا جایی میخوندم که اگر یک بچه ای رو تا سن 12 سالگی حتی سرش داد بزنن اون پدر و مادر یا محیط اندکی نامناسب باشه واسش، چنان صدمات مغزی میبینه که اون صدمات تا بزرگ سال تا دوران که سن اون بچه میره بالا هم همراهش هست و تبعات داره براش متاسفانه.
خب پس وقتی ما میبینیم جهان اینجوریه با چنین درصد بسیار بالای بیمار روانی توش زندگی میکنن، آیا واقعا بچه ما میتونه یه زندگی نرمال خوبی داشته باشه یا باید مرتب در رنج باشه با افرادی که دگر آزار یه هستن؟ نکته من باز کنم، یه نکته اینجا باز کنم. ببینید یه بحث هست که زایندگانن که بله از نظر ژنتیکی معیوبن، رفتارهای معیوب نشون میدن، البته از دیدگاه خودشون رفتارشون درسته، یعنی کاملا خودشون رو توجیه میکنن که من رفتارم درسته، حتی اپلیکیشن های اومده که بچه رو بغل گرفته، یه دونه عکس یه دونه بچه بغلشه، بعد یهویی صورت خودش به صورت یه دونه مثلا سگ یا گاو یا یه چیز میشه و بچه به شدتی افکت منزجر داره. میشه، ناراحت میشه، که من صورت این بچه ها رو نگاه میکنم واقعا شوکه زده میشم از این همه مازوخیسمی که سادو مازوخیسمی که این انسان ها دارن برای آزار دهن، یعنی آزاری که میدن و لذت میبرن از این دقیقا لذت، و متاسفم. همهشون هم بر این باور هستن که بله ما مادرم، من پدرم و من میدونم، من خودم میدونم باید چی کار کنم، من خودم، همه هم به خودشون میگم من خوبم، من ذاتم خوبه، من خوبم، من اوکی ام، من زیباترینم، من بهترینم، به تمامی زیبایی ها درستی ها سوگن که تمامی این انسان ها که میگن من خودم ذاتم خرابه، شما هم ذاتت خرابه، اونم ذاتش خرابه، انسان با انسان هیچ تفاوتی نداره، انسان دارای ذات کثیفی هستش، ذات سادومازوخیسمی هست، یعنی از در حقیقت آزار دادن خودش و دیگری لذت میبره. حالا این نکته بود. این نکته بعدی که هستش، بعد از این میفته چنگال جامعه، میفته توی مدرسه آزار میبینه، بعد میره توی دانشگاه آزار میبینه، بعد توی محیط کار آزار میبینه، بعد توی هر آفیس و اداره و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه به ایشون عذاب و شکنجه وارد میکنه. حالا تا اینجا رو پس گفتی که این بچه توسط یه سری افراد ساد و مازوخیسمی متولد میشه و اینکه این تولدی که پیدا میکنم که متاسفانه دست خودش نیست، تحمیل زندگی بهش شده و گفتی تا 11 سالگی هم که در حقیقت اینا میان چیکار میکنن، میان تخریب کامل این فردو میکنن که بعضی از این تخریبات دوستان عزیز به ژنوم‌های انسان‌ها آسیب وارد میکنه، یعنی ژنتیک طرف تغییر میکنه، یعنی اون ژنتیک تغییر میکنه و کلی بیماری‌های مختلف در میان سالی و برای تمام این دوران. ایجاد بله متاسفانه. و خب ما میشینیم فکر میکنیم واقعا توی چنین جهانی با چنین شرایطی که افراد مثلا توی کامنت ها میان میخندن به آزار دیدن یه بچه، واقعا ما واقعا به نظرمون محیط مناسبیه این جامعه؟ چرا؟ آخه بچه ای که ما اگر واقعا بچه خودمون رو دوستش داشته باشیم هرگز به خودمون اجازه نمیدیم که پاشو به این جهان باز کنیم. چرا؟ چون میدونیم چه خطراتی چه تبعاتی براش داره. یک عمر باید با آدم های مختلف سر و کله بزنه، با بیماری های مختلف رنج ببینه و بعدش هم مرگ عزیزانش رو ببینه و در نهایت خودش هم از دنیا بره. خب این چرخه برای چی اصلا باید به وجود بیاد؟ چرا یک انسان رو وارد این جهان کنیم که آسیب ببینه، آزار ببینه، ناراحت بشه، احساس نامطلوبی پیدا کنه؟ البته زندگی کردن خوبیا و خوشی های خودش رو هم داره، ولی مسئله اینجاست که اون ناراحتی ها، اون خستگی ها، اون در واقع تمام اون احساسات نامطلوب میچربه بر اون خوشی ها و شادی ها و لذت ها. پس در نتیجه ارزش اینو نداره که ما بچه در واقع ناآگاه خودمون رو، ناآگاه نسبت به این جهان رو، وارد این جهان کنیم، چون ما آگاهیم تازه برای بدون اینکه اجازه گرفتن ازش. مهمترین دقیقا چیزش اینه که مسئله اصلی اجازه ما از این نمیگیریم، از این بیچاره که میخواد بیاریمش تو این دنیا اجازه نمیگیریم. میخوای بیای تو این دنیا این کثافت رو ببینی، این زجر رو ببینی. و یه چیز جالبی بگم، انقدر زجر زیاده که فقط اون یه مقدار زیبایی ها یه تبلیغات بسیار کوچیکی هستش، اینو وقت فراموش نکنید، یعنی یه تبلیغات زیبایی از زندگی وجود داره و مابقی همش زجره و همیشه هم یک انسان یا یک جاندار هستش که حال یک انسان رو بگیره. بفرمایید. متاسفم. بله و ما میگیم که اصلا شاید این بچه به معنای واقعی دلش نخواد که بیاد به این جهان. خب مایی که آگاهیم میدونیم چقدر این شرایط جهان نامطلوب شده، مافیایی شده،
مافیای قدرت، مافیای ثروت، اینا همه آدم ها رو به استثمار خودشون مافیای در مدرسه، آوردن. مافیای دانشگاه، دقیقا مافیای قوانین، مافیای زندگی، مافیای بیماری و داروها، مافیای تغذیه، مافیای قدرت و زور و جنگ. و براتون عرض کنم دقیقا که تنها موجودی هستیم که نمیتونیم در محیط زیست زندگی کنیم، نیاز به خونه داریم. آیا خونه برای ما تأمین شده؟ آیا ببینید گربه میتونه توی محیط بیرون زندگی کنه، لباسش تنشه، آیا انسان بدون لباس بدون خونه میتونه زندگی کنه؟ این زایندگانی که یه خونه، یه محیط کار برای اون فرد ندارن بذارن، میان تولید مثل میکنن. البته میگم اونایی هم که دارن هم بیجا میکنن، تولید مثل میکنن، ولی دیگه اونها زجر افزون در افزون، یعنی جنایت در جنایت در جنایت رو انجام میدن. بفهم بله. و پس با چنین جامعه ای و چنین جهانی که انقدر نامطلوب شده، اون بچه اصلا شاید دلش نخواد که بیاد به این جهان. ما که این توانایی رو نداریم که ازش اجازه بگیریم، و خب وقتی نمیتونیم چقدر دردناکه برای بچه ای که بدون انتخاب، هیچ انتخابی نداشته، نه به اسمش، نه به چهرهش، نه به محل زندگیش. و اصلا میگم که شاید دوست نداشته باشه بیاد به این جهان. ما که آگاهیم، میدونیم الان چه خبره، جهان رو به چه سمتی داره میره، جنگ ها، درگیری ها، خوشسالی ها، فقر. تا یه مدت دیگه قرار ربات ها بیان جای نیروی انسانی رو بگیرن، یعنی در نتیجتا درصد کار میاد پایین برای انسان ها، شغلی دیگه عملا نمیتونن داشته باشن. خب توی چنین جهانی، توی چنین آشفته بازاری، مطمئنا اگر اون بچه توانایی اینو داشت که انتخاب کنه، قبول نمی کرد وارد این جهان بشه. خب مایی که آگاهیم، پس نباید این کارو بکنیم، نباید به یک رنج اضافه، یک رنج اضافه رو وارد جهان کنیم برای یک انسان. و پس نتیجتا بچه‌مون رو انقدر دوستش داریم که هیچ موقع اجازه نمیدیم وارد این جهان بی در و پیکر بشه، با این همه بیمار روانی و سایکوپت ها و انواع اقسام بیماری هایی که خب زیاد هم هستن متاسفانه. ببینید اصلا انقدر این حیاتی که ما داریم توش زندگی میکنیم وحشی و خشن هستش که اصلا ممکنه در خونتون رو باز بکنین دریده بشین، یعنی به این شکل وحشتناکه. به خاطر همین هستش که انسان ها در خونه زندگی میکنن، در خونه های بتونی، فولادی، سفت. چرا انسان ها تو خونه زندگی میکنن؟ چون از هم نوع خودشون میترسن. حیوانات دیگه که زیاد با انسان کاری ندارن، که تو محیط ما نیستن، خیلی در از شهرها دورن در حقیقت. خیلی به ندرت پیش میاد که یک گرگی بیاد توی شهری، خیلی به ندرت هستش. اما انسانها از ترس خود انسانها هستن که خونه ساختن، تو محیط بتونی زندگی میکنن. چون چرا؟ چون اگه در خونهشون باز باشه، اگر خونهشون ضعیف باشه، به هر روی دچار بسیار مشکلاتی میشن. از نوع هم، یعنی از هم نوع خودشون دریده میشن. بیشتر، یعنی بیشترین آسیبی که شما نگاه کنید، بیشترین مرگ و میری که در دنیا وجود داره برای چی؟ حالا من کاری ندارم، برای اینکه کسی که داره به پیری میمیره، تصادفات رانندگیه. خب این تصادفات رانندگی برای چیه؟ برای اینکه یه احمق اون ماشین رو مثلا ترمزش رو درست نکرده، ماشین بد کیفیت درست کرده. خب کی درست کرده؟ اون انسانه درست کرده دیگه. خب میریم تو سیستم پزشکی، طرف مریض شده، میاد یه اشتباه پزشکی رخ میده، یه واکسن بهشون میزنن، یه داروی تزریق میکنن، یه چیزی میدن، میمیره طرف. علتش چی بوده؟ بازم انسان بوده، یا اون کارخونه‌ای که اون واکسن یا اون آمپول رو داره درست میکنه. و این هم باز برمیگرده باز به انسان در حقیقت. باز هم موارد دیگر رو که شما نگاه کنین، مثلا یه پسر بچه‌ای که خودکشی میکنه و به زندگی خودش میخواد پایان بده، علتش چیه؟ معلمش داره اذیتش میکنه، پدر مادرش داره اذیتش میکنه، یه چیزی داره آسیب بهش میرسونه. حتی ممکن هم هستش که یه دوست دختر گرفته یا یه دوست پسر گرفته، اون داره آزارش میده این بیچاره رو. چون میدونی که شکست های انسان ها عاطفی دوست دارن بازی بکنن با هم دیگه، آزار دقیقا. بدن هم دیگه. متاسفانه منم به این نکته واقعا خیلی وقته که رسیدم و جای تأسف داره واقعا. میدونی بنجامین از این عزیز، در نظر بگیر اگر که جمعیت یک جامعه بالاتر از حد استاندارد بره و زیاد بشه، اون کارفرماها هر جوری که دلشون بخواد با نیروی کار، با اون پرسنل، با اون کارگر برخورد و رفتار میکنن
بدون اینکه براشون اهمیت داشته باشه. چرا؟ چون متقاضی کار زیاده، نیروی کار بیکار زیاده، نتیجتا کارفرماها میان از این مسئله سوء استفاده میکنن به نفع خودشون، برای مقاصد خودشون. و نتیجتا اگر فکرشو بکن، اگر جمعیت اون جامعه کم بود، اون کارفرما موظف میشد، مجبور میشد که امتیازات زیادی رو به اون کارگر، به اون پرسنل، به اون نیروی کار بده، تا مبادا که از دستش بده. ولی متاسفانه الان میبینیم انقدر خب متقاضی کار در جهان زیاده، در واقع تمام کارفرماها سعی میکنن استثمار کنن اون نیروی کار. و نتیجتا چرا ما باید اصلا این کار رو بکنیم؟ چرا اگر واقعا بچه خودمون رو دوست داشته باشیم، شرایط جهان رو هم که میبینیم به چه شکلیه، هیچ موقع این کار رو نمی کنیم. هیچ موقع بچه ای رو به این جهان نمیاریم. واقعا جهان پر از ظلم و ستم و در واقع مافیا، متاسفانه. و نکته بعدی هم که وجود داره این که ببینید انقدر جمعیت زیاد شده، هر چه که زیاد شود بیارزش شود، مثل جان انسان‌های در حال حاضر هستن. الان نگاه اعضای بدن انسان رو نگاه کنید، طرف یه کاغذ نوشته کلیه فروشی، کبد فروشی، نمیدونم فلان فروشی، گذاشته اونجا مثلا تیپ خونیش هم کم نوشته. شدن ارزش انسان به قدری هم ارزونه که دو تا لاستیک ماشینش رو طرف مثلا بفروشه میتونه یه دونه کلیه و کبد بگیره. یعنی به قدری ارزش انسان ها پایین اومده که نه تنها فقط توی محیط کار، بلکه توی اعضای بدن خودشون هم ارزون شده و انقدر جان انسان ها بی ارزش شده که خب کارفرما یکی هم مرد، مرد دیگه به درک، یکی دیگه جایگزین میشه. هزار صدها انسان دیگه منتظرن پشت اون در که بیان جای اون فرد رو بگیرن که افتاده مرده. و به خاطر همین تا ماکسیمومی که وجود داره به کارگر فشار میارن، زجرش میدن و با ساعتهای کاری زیاد و با پول اندک، یعنی با اون پولی که کار میکنه، شاید در 100 سال آینده بتونه برای خودش یه کار و یک آفیسی رو باز کنه، شاید در 100 سال آینده. بله واقعا. و سوای از این موارد فکرش بکن بنجامین عزیز، یک زن دردهایی که در دوران بارداری باید متحمل بشه و بعد از اون درد زایمان، وضع هم، شیر دادن، خستگی ها، شب بیداری ها، ناراحتی ها، تمام اینا رو برای چی آخه؟ مگر آدم چقدر قرار زندگی کنه که توی رنج باشه؟ مثلا دو نفر کنار هم دیگه میتونن خوشحال باشن، جاهای مختلف برن، آشپزی کنن، ورزش کنن، فیلم خوب ببینن، کتاب بخونن، تجربه های جدید کسب کنن، سفر برن. انقدر زمانشون در واقع محدود هست روی زمین، نهایت 60 سال آدم بخواد زندگی کنه، چرا آدم زمانشو بیاد صرف یه بچه تعلیم و تربیت، رشدش کنه و بعد بزرگش کنه و بره دنبال زندگیش، آیا بتونه فرد مفیدی برای خودش بشه یا نه؟ تمام اون زمان آدم صرف خودش میکنه، مثلا خودش و همسرش. خب این خیلی به نظرم بهتره. چرا آدم باید بیاد زمانشو برای یه کار بیهوده تلف بکنه؟ از نظر عقلانی به نظرم غیر قابل درکه و خوشحال میشم نظر تو در این رابطه بدونه. ببینید من همین میگم، تولید مثل توی سادومازوخیست گذاشتم. یه دوستی همش در این کامنت ها می نویسه بله بچه رو خدا داده. نه عزیزم، خدا نداده. اون سکسی که زیر پتو دارن میکنن اون بچه رو تولید میکنه. یک اسپرم، یک تخمک، یک بیگناه رو وارد این دنیا میکنه و 65-70 سال زندگی و زنده بودن رو بهش تحمیل میکنه تا اینکه آخرش بشه پیری، ناتوانی، بیماری و مرگ. اینم هدیه زندگیشه. بعد برای شما بگم که این من تولید مثل در کاتگوری ساد و مازوخیست گذاشتم. نخستین فردی بودم که اینو در این کاتگوری گذاشتم، چون تولید مثل هم خود آزاریه، یعنی طرف موقع حامله میشه چه سزاری هم باشه، چه به صورت طبیعی زایده بشه، در حقیقت داره جسم خودش رو نابود میکنه، استخونهای خودش رو، لگن خودش رو، واژن خودش رو، مقعد خودش رو. براتون عرض کنم که بسیار فاجعه برانگیزه. من با اکثر این بانوانی که تولید مثل کردن بعد از 5 سال یا 10 سال با اینا حتی من باهاشون صحبت میکردم، میگفت هنوز من درد رو دارم، هنوز مثلا جایی که سزاریان هستش دست میخوره من میمیرم و زنده میشم، هنوز مقعد من افتادگیه. یعنی حالا موضوع هموروید رو نمیخوام بگم، پس ببین فکر کنید که اون ماهیچه ها میفته پایین دیگه، دیگه تموم شد دیگه، طرف کنترل مدفوع ادرار خودشون رو بعضیاشون ندارن تا سالیان سال. و از همه مهمتر میل جنسی در این بانوان کشته میشه. یعنی من تقریبا 100% میتونم بهتون بگم 100% بانوانی که
تولید مثل کردن، چه طبیعی چه سزارین، بعد از زاییدن بچه یعنی طولشون رو که پس انداختن، بعد از اینکه یه مدتی گذشته دیگه به اون چیز جنسی خودشون دیگه نرسیدن، یعنی در حقیقت دیگه میلشون کم حالت میشه. لذت جنسی براشون تموم شده شده، یعنی در حقیقت تموم شد، طرف دیگه لذت جنسی نخواهد داشت. و مسائل دیگه ای که هستش میتونید دیگه برید خودتون تو اینترنت سرچ بزنید، بیماری هایی که به واسطه یه تولید مثل ایجاد میشه، برید نگاه کنید. یه صدها بیماری، یکی دوتا نیست، ما فقط خلاصه هاش رو بهتون گفتیم. این لکه های پوستی زنا رو نگاه کنین، دندوناش رو نگاه کنین، استخون درد و زانو درد و براتون عرض کنم حتی دیسک کمر، به خاطر اینکه اون حجم فکر کنین یه هندونه رو 9 ماه ببندن به شکم شما، راه بره دیسکاتون میزنه بیرون، یعنی دیسک هایی که دارن وحشتناک فاجعه باره. حتی بعضی از این بانوانی که زایمان کردن چه اتفاقی براشون افتاده، یعنی بعد از اینکه زایمان کردن عملی که بعدش عمل مقعد انجام میدن، بعدش تنگ کردن واژن و اون برشی که بعضی وقتا انجام میدن بین آنیول و در حقیقت واژن زنها، اون قسمت دوباره میدوزن، کوچیک میکنن، حالا مثلا فکر میکنن که درست شده، درست که درست نشده. و نکته بعدی که به وجود میاد اینه که تقریبا تمام این ارگان ها به نابودی کامل رفته و خودشون هم در جریان هستن، خودشون هم میدونن که چه بلایی سر اون وجودشون اومده. ولی خب میگم که هیچ انسانی باد معده خودش رو قبول نمیکنه، نمیگه این بو مال من بوده، نمیان اعتراف کنن که بله من غلط کردم، پشیمونم. هیچ انسانی به پشیمون نمیشه. حتی شما برین جانی های سابقه دار دنیا رو هم نگاه بکنین، میگه ازش میپرسه میگه پشیمون هستی مثلا 20 نفر رو کشتی؟ میگه نه. یعنی رسما میگه نه. یعنی هیچ انسانی احساس پشیمانی از اون عملی کرده خودش نمیکنه. و این زایندگان هم هیچ وقت از عملی که میکنن و اینکه جسم خودشون رو نابود میکنن هیچ وقت احساس پشیمونی یا اینکه من بدبخت شدم اینا نمیان بگن، همیشه اون غرور، رگ غرور ذات کثیف انسان درونش وجود داره و این در حقیقت جسم نابود شده هست. بعد از همه مهمتر تو همون دوران هم شوهرشون از دست میدن یا همون همراه زندگیشون از دست میدن، به واسطه اینکه قیافشون افتاده، بوی گندی که بدنشون به خاطر اون عرقهای حاملگی داره، اون شرایطی که دارن نمیتونن به ظاهر خودشون زیباییشون برسن، همسرشون میره با یکی دیگه میخوابه و بسیار موارد دیگه. و اکثرا هم من نگاه کردم بعد یکی یا دو تا بچه شروع به طلاق و طلاق کشی میرسه، یعنی حتی بچه باعث استمرار در حقیقت اون رابطه نمیشه. من این کلی براتون توضیح دادم. بله دوستان، این سادومازوخیست به خودشون آزار میدن، بچه که حالا به کنار که یه جریان کاملا وحشتناکی هست که قرار 65 سال زندگی رو به تحمیل به قبول کنه. متاسفانه بله. بنجامین عزیز یه حرف خیلی جالبی زدی در رابطه با خیانت هایی که ممکنه بعد از به دنیا اومدن بچه بشه و تعدد روابطی که ایجاد بشه. خب این تعدد روابط چقدر میتونه برای سلامت تن و روان اون دو نفر مضر باشه؟ مثلا اون مرد یا اون خانم میره با فرد دیگه ای رابطه جنسی برقرار میکنه، اون خب ممکنه دارای بیماری مقاربتی باشه، میان و اینو به هم دیگه منتقل میکنن و برای همه اون میتونن بیمار بشن. بیماری هایی که متاسفانه ناشناختن و حتی با کندوم هم قابل پیشگیری نیستن. چرا؟ چون نواحی دیگر پوستم در تماس حین نزدیکی و بیماری هایی که حتی هیچ علائمی نداره، اون طرف هیچ علائمی نداره ولی ناقل هستش و میتونه به شدت صدمه بزنه به سلامتی اون دو شخص. و متاسفانه آگاهی در این رابطه خیلی پایینه و فقط فکر میکنن اون لحظات لذت بخشه، در صورتی که اگر آدم بخواد وارد تعدد در روابط بشه خودشو درگیر 1001 بیماری مقاربتی قرار میده که اون لذت های کوتاه و آنی در مقابلش دیگه هیچه. واقعا اصولا رابطه جنسی باید با یک نفر انجام بشه، با یک نفری که کاملا از همدیگه شناخت دارن و اعتماد دارن و آزمایش های لازم رو داده باشن، ولی متاسفانه هیچ گونه آموزشی، هیچ گونه آگاهی رسانی در این زمینه وجود نداره و میبینیم روز به روز داره بیماری های مقاربتی زیاد میشه و چقدر هم خطرناکن که حتی خیلی هاشون منجر به سرطان ها میشن، چه برای آقایون چه برای خانم ها، مثل HPV. بله بله، و بسیار خطرناکن، دارویی براش وجود نداره، پزشکان هنوز نتونستن متوجه بشن که واقعا چه نوع بیماری هایی هستن، چه ماهیت هایی دارن و اینجور چیزا. و جای تأسف واقعا. میدونی بنجامین عزیز، من خیلی ها رو دیدم که تو شرایط نامطلوبی هستن از نظر
معیشتی و زندگی، ولی بچه دار میشن و بعد که ازشون میپرسی خب مثلا توی شرایط نامناسبی هستی، چه خودت چه برای این بچه‌ای که الان به دنیا اومده، در جواب میگن خب مقدر شده که این بچه به دنیا بیاد. خدا انگار نه داده. انگار که دقیقا انگار نه اینکه که خودشون دارای قدرت فکر و تصمیم گیری هستن، مسئولیت زندگیشون به عهده خودشونه، نه قدرت های ماورا طبیعی. این میگن که مقدر شده، انگار نه انگار که کلی راه پیشگیری وجود داره، خودشون قدرت تصمیم گیری، قدرت انتخاب دارن، قدرت تفکر دارن. با یه گفتن اینکه مقدر شده، تمام بار مسئولیتشون رو از زندگیشون خالی میکنن به همین سادگی. و واقعا و جای قانون هم تعصب خورد. دستشون رو باز گذاشته که بعد 18 سالگی پرتش کنن تو خیابون. بله همینطوره، دقیقا که میگی همینجوره متاسفانه. و خب انسانی که میتونه تفکر کنه، انسانی که دارای خرد هستش، مثلا وقتی میبینه شرایط نامناسبی داره از نظر معیشتی تو زندگیش، چرا باید یه بچه ای رو هم وارد این جهان کنه تو این دنیا ببین نکته اگه که اون هستش، هر چقدر این جور افراد فقیرتر آیکیوشون پایین تر باشه، تمایل به تولید مثلشون بیشتره. هر چقدر آیکیو پایین تر باشه، مغز کوچیکتر باشه، مغز فندقی تر باشه، تمایل طرف به تولید مثل بیشتره. این در کل دنیا این موضوع هستش. شما نگاه کنید اکثر افرادی که خردمند شدن، حتی زیبارویانی که در دنیا وجود دارن مثل بازیگران معروف، میگم آقا ما بچه نمیخوایم. این همه من پست گذاشتم دقیقا از این بازیگر از اون بازیگر های اسم ثروتمندا همینطور، افرادی که خیلی ثروتمندن. بله، ولی میبینیم که طرف توی مثلا خونه 20 متری زندگی میکنه، برای هیچ کدوم از بچه هاش هم جا نداره، بازم 5 تا دیگه 4 تا دیگه میزایه. چون ببینید این موضوع سادومازوخیسمیه. بذارید من یه موضوع رو براتون، هرم دومینو قدرت رو برای شما بگم. ببینید فشار مثل دومینو میمونه، این دقیقا دومینو فشاره. دومینو رو دیدین که رو هم میچینن، آخر یکیش میخوره زمین، اینجور دینگ 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 دینگ. موقعی که این کارگر بدبختی که یه حقوق در حد بخور و نمیرم نداره، کار فرماش دهنش رو سرویس میکنه، این میاد چیکار میکنه؟ میاد رو زنش پیاده میکنه و این عقده براش میمونه که یک جا دوست داره حکم روایی کنه. خب تو خیابون، دقیقا. تو خیابون که نمیتونه حکم روایی کنه، بیاد بگه یکی با مشت میزنه تو دهنش. تو محیط کارش هم که قدرتی نگرفته، میتونه تنها کاری که بکنه چیه؟ یک دیکتاتوری در خونه ایجاد بکنه، اول برای زنش، باز هم اونم زنم در میره. اگر زنه هم اگر به اون خرد برسه، زیر همچین آدمی دوام نمیاره. یا مردم هم همینطور، ممکنه این فشار از سمت زن باشه، حالا فرقی نمیکنه، زن و مرد ما داریم پالایش میکنه در حقیقت. نکته ای که ایجاد میشه میدونین چیه؟ بچه میزایه. بچه که زایید شروع میکنه اون حس قدرت، بابا جون ریموتو برای من بیار، بابا جون کفش منو جفت کن. که دیشب من یه استوری گذاشته بودم، یک فردی دو تا دختر زایده بود، اینجوری بچهش کفشاشو جفت کرد که بابای از در خونه اومد مثلا تو، که توی استوری همین الانم هم وجود داره، میتونی فکر کنم تا پاک نشده، چون استوری 24 ساعت میمونه یا تو هایلایت ها میمونه، شاید برید نگاه کنید. و گذاشته بود که بله این دیکتاتوری لذت میبره. میگم که انسان ماهیت ذات کثیف داره، این دوست داره که لذت میبره از این که یه کنترلی داشته باشه. حالا چون به واسطه که این کارگر نتونسته در اجتماع خودش قدرت خودش رو، اون حالت ذات خرابی خودش رو در حقیقت روی کسی دیگه خالی بکنه، میاد چیکار میکنه؟ با توله کشی که در خونه راه میندازه، بچه‌های متعددی به وجود میاره. و این بچه‌ها مطمئن باشیم که 17 سالشون شد، 18 سالشون شد، به اون خرد رسیدن، دهن این پدر رو و مادر رو سرویس خواهند کرد. یعنی به این شکل نمیمونه هیچ وقت، یعنی میزنن دنده طرف رو خورد میکنن، بعد تو غلط کردی منو زایدی، تو بیجا کردی منو زایدی. ولی این به واسطه یه همون دومینوی فشار هست. دومینوی فشار از یه جایی که وارد میشه تا اون دومینوی آخریه رو تا نندازه بلکن نیست. دومینوی فشار اینجوری اون ضربه ای هست که از حاکم هایی که در دنیا زندگی میکنن، قدرت کاری و مالی که به وجود میاد، این ضربه رو، این توپ رو در حقیقت میکوبه به این دومینو، و این دومینو همینطور دونه دونه کوچیک 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 میخوره تا آخریه بیفته زمین. اینم در حقیقت من خیلی راجع به موضوع فکر کردم، دومینو دومینوی فشاری هست که باید به جای خالی بشه، که بعدم بچه‌ای که در خونه بهش آسیب میبینه، در اتاق نداره، وسایل بازی نداره، میره تو خیابون در حقیقت سگ و گربه رو
به خاطر اون ژنتیکش و اون ذات کثیفی که داره خالی میکنه که این دومینو قدرت آخر به سگ و گربه و گوشتخاری و این چیزا موکول میشه. اینو خواستم برای شما بگم. بله متاسفانه همینطوره. و جالبه بنجامین عزیز، من میگم بازم این در واقع پست هایی که در خصوص کودک آزاری، شوخی های خیلی نامناسبی واقعا برای اون سن بچه توسط پدر و مادرش که نزدیکترین افراد زندگیش هستن میشه و پست میشه تو اینستاگرام، بعدش هم میبینیم چقدر کامنت ها خنده و چقدر قشنگ گریه میکنه، انگار نه انگار که اون موجود داره زجر میکشه، داره اذیت میشه. اما ذات خراب انسانه دیگه، من همش میگم ذات کثیف دقیقا انسان همینطوره. و میبینیم که مثلا کامنت ها چقدر به سخره میگیرن چنین آزار دیدنی رو متاسفانه. نتیجتا در چنین جهانی با این شرایط و با این میزان از شدت بیماری های روانی، به نظرم هیچ موقع من خودم به شخصه بچم رو تا الان که 31 سالم هست قاطعانه میگم هیچ وقت به این جهان نمیارم. از 17 سالگی به این جنبندی و نتیجه رسیدم و تا الان که 31 سالمه قاطعانه تر این حرف رو میزنم و مصمم تر هستم که هیچ وقت بچم رو به این جهان وارد نکنم، چون چیزی براش جز ناراحتی و غم و اندوه و شکست ها و گیر آدم های ناجور افتادن در انتظارش نخواهد بود. نتیجتا چه بهتر که آدم هیچ موقع نه خودش رو آزار بده نه بچه ای که قراره به این دنیا بیاد واقعا، چون هیچ موقع جای امن و مناسبی برای اون بچه نمیتونه باشه این جهان با شرایطی که داریم میبینیم، با وضعیتی که میبینیم، خشکسالی ها، کمبود منابع به واسطه کثرت جمعیت، زیاد شدن جمعیت و خیلی مسائل دیگه، کم شدن کار، زیاد شدن نیروی کار به تبع اون کم شدن کارها و شغلها و کم شدن دستمزدها، حتی یعنی اون کارفرما به دستمزد خیلی پایین اون کارگر رو قانع میکنه که اونجا کار بکنه، استثمار کنه، ساعتهای طولانی 12 ساعت و با دستمزدهای خیلی پایین و مشقتهای زیاد. نتیجتا جهان نمیتونه جای مطلوبی باشه برای زیستن اون بچه و زندگیش. و خیلی جالبه بنجامین عزیز، خیلی ها رو دیدم معتقدن که حالا که پول زیادی نداریم، مسافرت نمیتونیم بریم، تفریحات اونچنانی نمیتونیم داشته باشیم، چه خوبه یکی دو تا سه تا چهار تا بچه بیاریم و با اونا سرگرم بشیم. یعنی بچه رو، یه موجود زنده رو، یک انسان رو به عنوان در واقع با وسیله بازی و سرگرمی در نظر میگیرن، یک انسان رو در نظر میگیرن متاسفانه. خب این یا مثلا میگم پیری عصای دستمون بشه، یارو طرف پول نداره جمع بکنه برای اینکه یه پرستار بگیری در پیری برای خودش، میگه نه این بچه بیاد ازم مراقبت کنه. این دیگه ذات فاجعه برانگیز انسانه دیگه. دقیقا. خب اون بچه اومده که زندگی خودش رو داشته باشه. این واقعا بی انصافیه که من مثلا بچه ای رو بیارم بگم فردا روزی عصای دست من بشه. عصا که آدم میره عصا تهیه میکنه یا نهایتش نه، شما که موقعی که بچه دار نباشید انقدر میتونید پول ذخیره بکنید که دقیقاً پولی که ذخیره میتونید بکنید، میتونید تا آخر عمرتون یه پرستار که چه عرض کنم دو تا پرستار بیارین توی خونتون از شما مراقبت بکنه، باهاشون زندگی کنین، میتونید حتی آشپز بیارین تو خونتون. ولی موقعی که حالا خیلی جالبه، خیلی دیدین که من اگه شما ویدیو منو دیده باشین اسمش خانه سالمندان بود، برید شما نگاه کنید ببینید همون افرادی که زاییدن طول کشی کردن که تو خونه سالمندان افتادن دارن میگن ما رو در بیارید، اینا همونا که طول کشی رو انداختن میان میگن که چرا ما در خانه سالمندان باشیم، اینجا جای زندگی کردن نیستش، اله فلا اله. اما نگاه که میکنی خب تویی که میدونستی که داستان زندگیت این میشه، برای چی تولد مثل کردی که بچت بیاد بندازت تو خونه سالمندان؟ تازه این صدا سزا خیلی سزای کمیه که شما میان بچه رو میارین توی بدترین محیطی که وجود داره. حالا دوستان میگن نه الان دنیا خراب شده. دوستان عزیزم، عزیزانی که صدای منو میشنوید، شما توی گوگل سرچ بزنید ویکی‌پدیا لیست جنگ های ایران، لیسته، یه لیست میاد توی ویکی‌پدیا لیست جنگ هایی که در ایران بوده، از فکر کنم سده 500 بوده، حالا سالهای 500 بوده، از زمان میلادی بوده، همه رو نوشته، دوران صفویه رو نوشته، قاجار قبلش رو نوشته، همه رو نوشته. برید نگاه بکنید جنگ ها رو، فقط نگاه کنید، فکر کردید بله الان فقط جنگ
سوریه وجود داره و افغانستان و داخل ایران هم که اشغال شده، در حقیقت ما الان اشغال شده هستیم توسط یک گروه خیلی بیشرفی در حقیقت. میخوام اینو بهتون بگم اینها همیشه وجود داشته. یعنی شما اگر 50 سال پیش بودین، 100 سال پیش بودین، 200 سال پیش بودین، باز هم معضل بود. فقط یه دوره خاصی بود، اونم تو زمان رضا شاه بزرگ، که اون هم دیدین که انگلیس برداشت کشتی فرستاد، رضا شاه رو سوار کشتی کرد، برد توی جزیره موریس انداختش، بیچاره رو که اونجا به سرطان مبتلاش کردش که بمیره، به یه شکلی کشتش. این در حقیقت همونه. یعنی شما تو هر دهه‌ای، در هر سده‌ای، در هر زمانی بودید همین بود. جهان همیشه الان ما داریم از اون یارو لاستیک به سرا داریم عذاب میکشیم، میگیم آی فلان شده بوده. 200 سال پیش یه یارو مثلا، یه یارو دوران صفوی بوده، نمیدونم قاجار بوده، یارو پا میشده فرار میکرده میرفته مملکت رو میداده دست مثلا روسیه، میداده دست بلغارستان، در مورد میداده نمیدونم کشور ایکس، بعد میومدن تجاوز میکردن. خب اینا فکر نکنه که الان ما داریم میگیم بله الان شرایط بده. نه عزیزم، همیشه شرایط همین بوده. ببینید من همیشه مثال میزنم، تا انسان هست بی‌عدالتی همیشه هست. یعنی این بی‌عدالتی، یکی از عزیزان که فلاسفه بزرگی بود اسمش الان خاطرم نیستش، میگه انسان ها وقتی برابر میشوند و این ناعدالتی ها از بین میره که همه زیر خاک باشه. فقط ما زیر خاک هستش که ما برابری داریم، یعنی هممون که مرده باشیم برابریم توی قبرستونیم، ولی در صورتی که زنده ایم نابرابری بیداد میکنه، ناعدالتی بیداد میکنه. و این به یه قسمت زمانی هم ربط نداره که الان بگیم بله الان لاستیک به سرها توسط غرب و شرق برای ما هدیه آوردن با خوانین داخلی و خارجی، و به خاطر همین هستش که بله به خاطر این لاستیک به سرها این بدبختی به وجود اومده. نه دوستان، باورتون بشه شما اگه 200 سال پیشم زندگی میکردین، 300 سال پیشم، ولی شما نگاه کنین قتل عام، گرسنگی دادن به ایرانی ها، نمیدونم 2 تا 5 میلیون ایرانی 100 سال پیش در توسط یه جنگی به وجود اومده، دو تا کشور مواد غذایی رو بسته بودن، شهرها رو بسته بودن، مثل اینکه، و 2 میلیون تا 5 میلیون ایرانی در حقیقت از گرسنگی مردن. ویدیوهاش هست، عکساش هم هستش، حتی من عکساشو کامل دیدم، ویدیوهاش هم تیکایشو به صورت اسلاید درست کرده بودن، گذاشته بودن، برید نگاه بکنید، توی گوگل هست، توی مرورگری که دوست دارین سرچ بزنید، برید نگاه کنید. ولی داستان اینه که ما نمیگیم بگیم الان شرایط بده. نه عزیزم، الان شرایط خیلی هم از گذشتگان خیلی هم بهتر هم شده، اگه بخوام نسبت به گذشته فکر کنیم که مثلا الان یه مقدار مثلا بعضی چیزها بهتر شده، شرایط بهتر شده، نسبت بکنیم نسبت به مثلا 200 سال پیش که وبا بوده، مثلا تا اون بوده، از اون شرایط یه مقدار تازه بهتر هم شده، ولی باز هم تولید مثل با توجه به اینکه اجازه از اون فرد نمیگیرید و تازه به خاطر امیال کثیف خودتون میخواین بچه ای رو بیارین که بشه عصای دستم، سرم گرم بشه، چون مثلا من بلد نیستم خودم و سرم رو گرم بکنم، بیام یه توله بندازم دور برم ونگ ونگ کنه، و اصلا مهمتر همون ونگ ونگ زدم اعصاب این فرد رو نابود میکنه، ولی اعتراف نمیکنه، به خاطر همین که هیچ انسانی باد معده خودش رو قبول نمیکنه، نمیگه من گوه خوردم، من غلط کردم. من هیچ انسانی رو ندیدم که بیاد جرمی که کرده رو بپذیره، حتی فردی که زیر دوربین من خودم مترجم بودم سالیان سال، یک فردی زیر دوربین کافینتی دزدی کرده بود، آورده بودنش میگفتم بابا این توی اینا قیافت، میگفت نه من نیستم. و در حقیقت حاکمی که وجود داشت در اون دادگاه رأی داد که بله ایشون بوده و بهشون جرم دزدی بستن و یه مدت فرستادنش زندان و جریمه نقدی. یعنی به واسطه ببین دوربین وجود داره رکورد میکنه، میگه نه من نبودم. یعنی انسان هیچ چیزی رو نمیپذیره. یعنی الان بری از مادر من مثلا بپرسی که ببین خب بگه حرام زاده برای چی مثلا تولید مثل کردی، میگه نه نفهم بودم. همیشه هم میگن بله من نادان بودم، نفهم بودم. توی به تمامی زیبایی اون زمانی که من متولد شدم، بسیار هم زمانی بوده که مجله پخش میکردن بچه کمتر نیارید، بچه تولید مثل نکنی، بچه کمتر زندگی بهتر، ولی خب این مغز فندقی ها به خاطر اون قلقلی هورمونیشون نمیتونن، و اون که یه توله باید باشه، یه توله اینجوری، و
همون طول هم میاد گوه میرینه به زندگی همینا. اینا باید با ما باید به این خرد برسیم که همین بچه میاد زندگی اینا رو نابود میکنه. ولی الان ازش بری بپرسی مثلا خانم فلان آقای فلان از اینکه بچه زایدی میگه نه 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 این ژنتیکش مثلا به پدر 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 بزرگش رفته که اون قاتله بوده. یعنی یه مثالا اینجوری میزنن برای انسان، میگن این ژنتیکش اینجوریه. یعنی ما بازم میگه ما مشکل نداریم و این به واسطه همون ذات کثیف انسان هستش. هیچ چیزی رو نمیپذیره، هیچ چیزی رو قبول نمیکنه. من مقصرم، من کردم باعث بدبختی پسرم، من بودم. بیا من همیشه میگم پدر مادری که من دارم بیان دارم برنامه های منم دنبال میکنن، بیان مایکو بگیرن، آقا من ازت معذرت خواهی میکنم، گو خوردم این کارو کردم، من بیجا کردم، من بیاد بگه حداقل این اینو که بیاد بگه که اینو که دیگه این دیگه چیز زیادی نیستش که یه دونه بیاد توی لایوی بیاد بگه که من بیجا کردم. اینم نمیان توی کلامی یا به شکلی به اون طرف بگم. میگم هیچ انسانی نمیخواد بپذیره. این چیزیه که در ذات کثیف انسان وجود داره و من کاملا اینو در دید میدانی خودم دیدم. بله واقعا بنجامین عزیز، من مثلا فکرشو میکنم که آدم اگر چقدر قرار زندگی کنه که بخواد آرامش خودش رو از بین ببره به واسطه اینکه یه بچه‌ای رو به دنیا آورده، هم آرامش خودش رو هم آرامش بچه رو. چه سنی تو چه سنی دست ما نیست، تحمیلا رو بگو، چه سنی سنا رو بگو، از صفر تا چند سالگی زندگیمون دست کیاست، اونا رو بگو. دقیقاً از همون ابتدای زندگی تا زمانی که اون فرد به سن قانونی برسه، پدر و مادرش باید براش تعیین تکلیف کنن کجا برو، چیکار بکن، چی نپوش، چی بپوش، غذا چی بخوری، دوستات کی باشن، کجا میری و خیلی چیزای دیگه. بعد از اون محیط دانشگاه، محیط در واقع هم محیط مدرسه، محیط دانشگاه هم همزمان کار خودشونو میکنن، تو تحمیل عقایدشون، توی محدودیتایی که برای اون بچه ایجاد میکنن، و بعد وقتی وارد اجتماع و بازار کار میشه بازم همینطور سختی‌ها، مرارت‌ها، اون در واقع تلخی هایی که از جانب رئیسش باید تحمل بکنه و دم نزنه به خاطر اون مبلغ کمی که دستمزد میگیره ازش، و بعد هم بخواد یه مبلغ کمی رو تو بازنشستگی از بیمه بگیره و بکننش زیر خاک این بچه رو، این میشه در واقع اون مدت زمانی که زیستن رو تجربه کرده. خب ما میدونیم شرایط این جهان اینه، برای چی دیگه اون بچه رو بیاریم توی این چرخه باطل، توی این چرخه بی‌معنا؟ برای چی واقعا؟ برای سیستم ها بیاد برده بشه، برای مافیاهای قدرت و ثروت بیاد فعالیت کنه، جیب اونا رو پر بکنه و در نهایت زجری که باید متحمل بشه. آخه این صحیح انسانی این کار اصلا به نظر شما؟ واقعا این سوالی ما میگیم اصلا نمیگیم عقاید ما رو قبول کنید، اینا عقاید ما هستن، ما اومدیم در موردش داریم صحبت میکنیم، ما میگیم فکر کنید فقط در مورد چیزایی که داریم میگیم، فکر کنید ببینید مسائل رو، ببینید مطالب رو. این که آدم فکر کنه در مورد در واقع چیزایی که گفته میشه، چیزایی که میشنوه، خب آدمی که در واقع عاقله میاد در مورد همه چی فکر میکنه، چیزایی که میشنوه رو، چیزایی که میبینه رو در موردشون فکر میکنه، ازشون یاد میگیره. واقعا این خیلی اهمیت داره. و بعد از اون دو نفر خب میتونن واقعا زمانشون رو صرف خودشون کنن، صرف مسافرت رفتن، نمیدونم فیلم خوب دیدن و در موردش حرف زدن، کتاب خوندن، جاهای مختلف رفتن، ورزش کردن، خیلی کارا دو نفر کنار هم دیگه میتونن انجام بدن. ولی متاسفانه یه سری میگم که ما میخوایم خلاء زندگیمون رو به واسطه اینکه بچه‌ای رو به دنیا بیاریم پر کنیم، در صورتی که اصلا خلاء زندگیشون به خاطر نبود بچه نیست، به خاطر چیز دیگه است، به خاطر زمان مناسبیه که برای هم نمیذارن، اون صمیمیتیه که برای هم ندارن، به خاطر همینه. وگرنه حالا ضربه زدن هم هستش، بعضی هم فقط برای ضربه زدن به هم دیگه هستش که تولید مثل میکنن. مثالی که میزنم، من دوستان عزیز، من هم ضد مردان حرف میزنم هم ضد زنان، اینو فراموش نکنید، چون انسان رو ما بررسی میکنیم ریشه ای، هیچ تفاوتی نداره. مثلا یک زنی زیبایی داره، اندام زیبایی داره، بعد مادر شوهر میاد میگه در گوشش میگه اه ببین اصغر چطوری، ببین زنت خوشگله، میره تو خیابون تورش میزنن و از دستش میدی. میگه سریعا یه توله بنداز تو شکمش این هیکلش بپکه.
بعد خودش هم با موزیگری میاد چیکار میکنه؟ غذای چرب درست میکنه مادر شوهره، یه غذای چرب درست میکنه میده به خورد این زن زیبا که اینو از هیکل مادر شوهره بندازه، بخور بخور چیزی نمیشه، بخور بخور. مثلا فکر کنید که انقدر توش کره کثافت حیوانی رو مثلا ریختن توش، انقدر توش روغن تراکتور ریخته توش که این طرف همش فت بیاره فت بیاره، و بخور بخور عزیزم. از اونورم میاد شوهرم یه دونه بچه میندازه تو شکمش که این یک انتقامه و اینکه بتونه اونو نگه داره. حالا از اونورم به واسطه، حالا از اون زاویه‌اش رو نگاه کنید، مردی که داره چیکار میکنه؟ شیطنتای مردانگی میکنه، میره آه این سینه زنو ببینه، اون باطنه نگاه کنه فلانه. از اونور مادر زنه میاد میگه ببین این شوهرت داره کارهای خطرناک میکنه، حواست برای اینکه زمین گیرش کنی فلان کنی بله. یه توله ازش بنداز، کاری نداره، یه دونه کاندوم رو سوراخ کن، قرصای مثلا بارداری تو نخور. این موزیگری و این پستکاری هایی که در انسان ها یه چیز جالب بهتون بگم، من به واسطه اینکه سالیان سال مترجم بودم و خیلی نزدیک در زندگی این انسان ها بودم، خیلی چیزهای جالبی رو متوجه شدم، دیدم همشون هم به یه سبک کرد. یعنی یک کسی اون یکی رو خواسته یک بلایی سرش بیاره، چون میخواد دیدگاه زنانه باشه که بیاد با موزیگرای زنانه کار خودش رو بکنه، چه بخواد از دیدگاه موزیگرانه مردانه باشه که بیاد این کارو بکنه. به خاطر همین آنتیناتالیست انسان رو میزنه. مثلا دیدین که فمینیست ها میان مردها رو میزنن، یه دونم منیست داریم، منیست ها میان میگن که بله زنا اینجوریه. نه بله. ما دو طرف رو پردازش میکنیم، میگیم که بله این ذات انسان هستش که ذاتی ستیزه جویی داره، ذاتی که میخواد صاحب خودش بکنه یه چیزی رو. اگه دقت کرده باشین بچه ها موقعی که یه چیزی بهشون میدین، شما یه دستمال کاغذی به یه بچه بدین نمیتونی ازش بگیری، ذات انسانه، میخواد یه چیزی رو برای خودش ملکیت داشته باشه، یعنی مالکش بشه، این در ذاتشه. در مورد تولید مثل هم میان چیکار میکنن؟ میان میگن بله این دیگه قیافش زنه خیلی خوبه، یه توله بندازم تو شکمش هیکلش بپاشه بدون. یا مثلا اینا نقشه هایی هستش که خیلی مادر شوهرها و مادر زنها هم توش دخیلن، اینا هم یه موجودات موزی و پستین، چون خودشون تو زندگی هاشون تو ریغ خودشون بودن، به واسطه این میخوان خیلی تلاش بکنن که اون طرف هم نابود بکنن. اینو خیلی فراموش نکنه دوستان عزیز، این ذات کثیف در مادر و پدر رو ببینید، فراموش نکنید ذات کثیف هم در منه هم در شماه. فقط اگر یه مقدار وجدان داشته باشیم این میتونیم این ذات کثیفمون رو یکم پایین تر بکشیم، فقط همینه. یعنی انسان ذاتش کثیفه. میکروفون با شماست. بله ممنونم بنجامین عزیز. و میدونید در رابطه با این مسئله‌ای که گفتی، به در واقع به دخترشون خانواده‌ها یا به پسرشون پیشنهاد میدن که بچه دار شین، که مثلا همسرانتون نرن با کسای دیگه هم خواب بشن یا خیانت کنن بهتون، زیر سرشون بلند بشه اصطلاحاً، در صورتی که بچه آوردن چاره کار نیست، در واقع آگاهی چاره این مسئله است که دو نفر. نه اصلا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، همراه مناسب پیدا کردن خیلی مهمه، همراه مناسبی که آگاهه، میدونه تعدد در روابط چقدر میتونه مخرب باشه برای سلامتی خودش و همسری که آنتی ناتالیست باشه. چرا؟ چون همسری که آنتی ناتالیست باشه میدونه پایان زندگی چیه، نمیره به همسری که باهاش داره زندگی میکنه خیانت کنه، چون میدونه آخرش قراره بمیره و اگر کار بدی بکنه این مرد این زن به بستر بیماری میفته و اون دلیقا. کسی که سالم تره دهن اون یکی رو سرویس میکنه. من پای خیلی مریضا رفته بودم، مریض هایی که زناشون اینا رو میگو پر گمشو بذار بمیره، نمیدونی موقعی که سالم بود سلامت بود چی کار میکرد، قضا بهشون نمیدن. بعضی از این افرادی که افتادن در بستر بیماری، من خیلی بالا سر اینا رفتم، خیلی در زندگی ها اینا بودم، دیدم با چشم خودم اینا رو دیدم، میتونم حتی اسمم بیارم. غم‌انگیزه. یه چیزی هم بهتون بگم، در برون مرز فکر نکنید در داخل ایران دارم میگم، طرف مثلا جهان شمول این مسئله. بله مثلا یه فردی بود افتاده بود تو بستر بیماری، مثلا فکر کنید 95% جسمش فلج بود، بیماری MS داشت. مثلا زنش که داشت مراحل طلاقش هم انجام میداشت، میخواست بندازتش تو سطل آشغال، گفتم چرا اینجوری با این رفتار میکنی؟ گفت این نمیدونی چه بلاهایی سر من آورد. میگفتش که این دلار میداد 200 دلار 200 دلار میرفت تو هتل ها با زنان روس
این کارا رو میکرد، نمیدونیم پدر منو در آورده، خودش هم اعتراف میکنه. خب و من با اینا صحبت کردم، برعکسش هم بود و زنی بوده که به خاطر مسائل مشکلات خانوادگی که ایجاد کرده بود، این مرده میگه بذار اصلا بمیره، نه یا بابا اصلا نه یا بذار این آمپولش هم نزنه، بذار به درک، بذار این سقط بشه. یعنی من اینا رو دیدم و دارم به شما میگم، یعنی یک فرد آنتی ناتالیست به واقع نباید خیانت بکنه. چرا؟ چون میدونه پایان زندگی مرگه و از همه مهمتر اگر به بستر بیماری بیفته، اون کسی که همراه زندگیش هستش ممکنه بلا سرش بیاره، اون عقده‌هایی که اون فشارهایی بله. که اوورده توی دوران رابطه ارتباط عشقیشون، اونا قنچه میکنه دیگه. هیچ وقت انسان این فایل هاشو که پاک نمیکنه، که فایل ها هست اینجا، آرشیو کشوها میاد بیرون. اه بله. حالا دیگه افتاد تو بستر بیماری، بذار من دهنشو سرویس کنم، بذار عقده‌هامو خالی کنم. پس یعنی یک فرد آنتی ناتالیست بسیار باید به این خرد رسیده باشه که خیانت نباید بکنه به همسرش. دقیقا. چرا؟ چون اگر خیانت بکنه ترتیبش داده میشه و آخرش هم مرگه. تو حالا ببخشید، خانمی که میری با 10 نفر میخوابی، آقایی که میری با 10 نفر میخوابی، حالا ببخشید این واژن اون، آلت اون چه فرقی با هم میکنه؟ هیچ تفاوتی درسته. نداره. واقعا درسته کسی که زایده واژنش از دیدگاه ما دریده شده، غیر قابل رابطه هستش، اینو ما میذاریم جدا، ولی اون کسی که نزایده چرا میره با یکی دیگه ارتباط میگیره؟ چرا؟ تفاوت چیه؟ اینو تفاوت ها رو بیاین به من بگین. و در آخرم چه اتفاق میفته؟ همون فرد میفته به بستر بیماری، اون طرفی که خیانت کرده، آزار داده، بدزبانی و بددهانی کرده، حالا مرد میخواد باشه، زن میخواد باشه، دو طرف میان این مسائل رو در حقیقت ایجاد میکنن برای هم دیگه. دوست عزیز، 52 دقیقه با هم بودیم. ادمین عزیز، من یه پیشنهاد میکنم، دوستان 3 نفر اومدن توی لایو بود، این برنامه ادامه داره، این برنامه ادامه داره، ما برای اینکه 1 ساعت کسل کننده نباشه، یکی از دوستانی که اینجا در مورد این بحث، جهان برای فرزند آوری جای مناسبی نیست، این رو بیام در این رابطه میخواست صحبت کنه، من دونه دونه به ترتیب میارم بالا، دوستان فقط در این رابطه بیان صحبت بکنه و ببینیم دوست بنجامین جان، من یه چیزی هم به ذهنم رسید، این که 2 نفری که با هم در واقع پیوند زناشویی میبندن، این 2 نفر بدونن انقدر اون اعتمادی که بینشون هست زیباست که واقعا حیف آدم به خاطر یه لذت کوتاه بخواد این اونو خدشه‌دار کنه، اون اعتماد زیبا رو. چرا واقعا؟ و بعد اون همسرش رو و خودش رو بخواد در معرض انواع بیماری های مقاربتی قرار بده به خاطر چی؟ یک اصلا لذت خیلی زن دو تا نصفش در اثر زایمان میمیره. اینا اصلا میدونستین شما؟ بله. اصلا مرگ و میر توی زایمان ها خیلی زیادی، یا پس از زایمان هم میمیرن. بله. این که مثلا میگم اون خیانت ها، اون تعدد در روابط، خب خیلی میتونه سبب انواع بیماری ها بشه برای اون زوجین به قول معروف. چرا باید این کارو بکنن؟ به خاطر یک در واقع لذت کوتاه و همخوابگی با فرد دیگه، یا همخوابی با فرد دیگه سبب بشن همسرشون بیمار بشه. خب پس تعهد معناش چی میشه؟ تعهد معناش اینه که من البته بهتون بگم دوستان، من خودم با قرارداد ازدواج همیشه مخالف بودم و هستم. یعنی قرارداد امضا شده ازدواج یه چیز، از دیدگاه من یک چیز چرتی هستش که در بین انسان ها وجود داره، اصلا نباید باشه. قراردادتون باید در قلبتون باشه، یعنی دقیقا. کسی که قرارداد میبنده کاملا انگار دارین به دولت پول میدین که اسم شما رو ثبت بکنن، دوباره جدا میشی، دوباره باید پول و مالیات و هر چی دارایی داشته باشین تقسیم بر 2 بکنین، تازه از همه بدتر اینکه باید یه مالیاتی هم از اون پول بدین به دولت باز دوباره. یعنی فقط یه بیزینسی هست ازدواج کردن برای دولت ها، یعنی جیب دولت ها با این بیزینس ها کلی پر میشه. اینو ما باید دقت بکنیم. من با ازدواج کلا مخالفم، ولی یه نکته بهتون بگم، همراه مناسب پیدا باید بکنید، اونم نه همراهی که بخواد با زرنگی و موزیگری شما رو نگه بداره که مثلا چون رفتار بدی کرده من بیام یه توله بندازم تو شکم این که اینو بتونم نگه دارم، یا برعکسش، یعنی مرده یا زنه این اتفاق رو برای اون ایجاد میکنه. این مسئله رو ما باید دقت بکنیم.
بنجامین عزیز، من میخواستم بگم حتی اگر دو نفر فقط با همدیگه زندگی کنن، یعنی خارج از حتی ازدواج رسمی، فقط تصمیم گرفته باشن که با هم زندگی کنن، و بازم باید به هم متعهد باشن. چرا؟ چون اگر انسان این سلامتی خودش و سلامتی پارتنرش براش اهمیت داشته باشه، برای سلامتی و بهداشت روان خودش ارزش قائل بشه، قدر خودش رو بدونه، هیچ موقع خودش رو در معرض تعدد در روابط قرار نمیده، چون میدونه تهش چیه، میدونه چقدر بیماری های دقیقا مختلف تهش و وحشتناک. ناشناختیه. من دیدم، من زندگی وحشت هایی که بعد. متعدد رابطه داشتن، حتی میتونم مثال بهتون بزنم، خیلی از افرادی که تو زندگی هاشون تعدد داشتن و چه بلاهایی سرشون اومده، حتی در برون مرز. فکر نکنید که الان فقط ایرانی ها داخل بله، ایران هم تو مشکل دارن، به نه 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 تمامی نه نه زیبایی سوگند بخورم، در برون مرز شما نمیدونین چه خبره، یعنی بله، وحشت در وحشته. سوای از بیماری ها، مسائل اجتماعی که برای اون دو انسان به وجود میاره و خیلی تبعات دیگه. یکی از دوستان، من خوب اصلا عدم کامنتشو، توجه ایجاد میشه موقعی کسی عدم که توجه، بچه دار میشه، اون طرف مقابلش توجهش کمتر میشه. چون ببینید، مثال بهتون بزنم، دقیقا الان مثلا دقیقا. یه چیزی چقدر جدید دیدیم آوردین تو خانواده خونه، هایی که در این خانواده هایی رو، یعنی زن و شوهرایی رو چقدر دیدیم که بعد از بچه دار شدن اختلافات، نمیدونم ناراحتی ها و کدورت ها بینشون خیلی زیاد شده متاسفانه، و بعد رفتن مثلا فکر کردن با اینکه اگر با کس دیگه رابطه برقرار کنن احساس سعادت و آرامش میکنن، در صورتی که این نیست. دو نفر میتونن خیلی راحت و در آرامش کنار هم دیگه زندگی کنن، ولی وقتی بچه ای وارد دقیقا میشه، تمام اون در واقع انرژیشون و پتانسیلشون رو مجبور میشن تمرکزشون رو بذارن برای اون بچه، نتیجتا اختلافات، درگیری ها، تنش ها، ناسازگاری ها اوج میگیره و به خاطر همین اختلافات شروع میشه و جالبتر متاسفانه. از همه اینکه همون بچه ای که این همه دارن براش وقت میذارن، از دیدگاه خودشون اون همه سرمایه و پول و فکر کردن پوشک هایی که میخرن، بچه میرینه روش، من ریدم روش، فکر کردین این پوشک ها پوشکی بوده که رایگان به ما، به اون زایندگان ما دادن، نه اینا رفتن پدرشون در اومده دهنشون سرویس شده، اون پول در بردم. ولی چه دقیقا هدیه ای از دست اون بچه به دستشون میاد؟ هیچ، رها میشن، تمام ارث و میراثی که مونده رو میبلعن، نابود میکنن، میدوشن، تف آرامششون میکنن سلب تو میشه. صورتشون، دقیقا تف میکنن تو صورتشون. من دیدم، خیلی دیدم. دقیقا همینطوره. پس چه بهتره بنجامین عزیز که در واقع کسانی که با هم زندگی میکنن، پارتنر هم هستن یا مثلا حالا ازدواجی کردن، اینا تایمشون رو، این تایم کوتاهی که رو زمین دارن رو صرف خودشون کنن، صرف تفریحشون، صرف پیشرفت خودشون، صرف اینکه سفر برن، تجربه های مختلف کسب کنن، خیلی کارا میتونن انجام بدن و واقعا، چیزی از خودشون به جای بذارن، و یه چیزی چیزی از رو از خودشون به جای بر بذارن. اثر هنری از خودشون یه قطعه موسیقی بتونن بسازن، نوازندگی یاد بگیرن، مجسمه سازی، نقاشی، نمیدونم خب تئاتر، خیلی کارا وجود داره، شعر، خب دوستانی جهان که میخوان بیان بالا، 2 دقیقه فقط مونده، من 2 نفر رو آوردم بالا، متاسفانه ارتباط برقرار نشده، مثل که اینترنت توی ایران خیلی مشکل داره. ولی اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید، و این نکته رو فراموش نکنید که قوانین رو هم انسان ها می نویسن، یعنی همین انسان های ذات خرابی که من راجبشون بارها دارم صحبت می کنم، همین انسان ها قوانین رو برای شما، من و شما می نویسن. همین انسان ها قوانین ازدواج رو ساختن، فرهنگ ازدواج رو کی ساخته؟ همین جانورها ساختن. به هر آنچه که به شما تحمیل شده باور نداشته باشید، اینو فراموش نکنید. هر چیزی که تحمیلی باشه چیز به درد نخوریه، مثل اینکه به شما به زور میخوان یه غذایی رو بدن، به زور میخوان یک چیزی رو به شما بگه، اسم از اسمتون بدتون میاد، اگر اسمتون خب میتونید عوض کنید، برید عوض کنید، ولی خب اسم اسلامی رو نمیتونید عوض کنید. ولی تا اونجایی که میتونید از اون چیزهایی که تحمیل شده برای شما سعی کنید به دور باشید. حالا میخواد قوانین ازدواج باشه، قوانین نمیدونم چی باشه، و خیلی هم دقت کنید موزیگری انسان ها، سعی کنید در خونتون رو به همه بسته باشه، با فامیلا ارتباط نداشته باشید، دور بریزید، دور، فامیل نمیخوایم، آقا نمیخوایم، راحت بهشون میگم نمیخوایم. 28 ثانیه مونده، من با شما بدرود میگم دوست عزیز. چیزی برای پایان دارید؟ 23 ثانیه. بله، ممنونم ازت بنجامین عزیز، از فرصتی که دادی برای هم صحبتی، ممنونم ازت. و در نهایت بگم که ما میتونیم از این زندگی خودمون لذت ببریم و شاد باشیم، ولی بچه دیگه ای رو وارد این چرخه و این جهان نکنیم که
دردها و رنجهاش بیشتر از شادی.